سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانه‌تون. امیدوارم در هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، ببینیم چه خبر است در فال شما و اولین کارتی که با شما همراهی میکنه از نظر هیجانی چه کارتی هستش. من کارت ها رو میریزم، بعد با هم دیگه نگاه کنیم. دوستان، من یادم رفت خوش آمدها رو بگم. چه اتفاقی افتاده که یادم رفت خوش آمدها رو بگم؟ من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه از به کانال شدید و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما سروران کانال هستم که با لایکاتون، با کامنتاتون دوستان عزیز کمک میکنین به این کانال که الگوریتم یوتیوب این کانال رو خاموش نکنه. خب ببینیم اولین کارتی که با شما همراهی میکنه چه خبر هست در اون. میگه که شجاع، دختر شجاع، پسر شجاع، حالا هر چیزی که هست، یک شجاعی این شجاعتی این میون هستش. خب ببینیم کارت بعدی رو. از کارتای بعدی استفاده میکنم، از کارتای هیجانی باز استفاده میکنم. دوستان ببینیم که کارتای هیجانی چی بهتون میگن. دو مرتبه کارت بعدی حرف از مهربانی میزنه. دوستان هم شجاع هستین، هم یک حس خوب مهربانی دارین دوستان. اوکی، من احساس میکنم که این مهربانی بیشتر با خودتون هست عزیزان دل. بیشتر من با خودم اینجا میبینم مهربان هستم. شاید هم با دیگران هم هستیم، ولی در ابتدا من با دیدن کارت ها میتونم بهتون بگم که من با خودم مهربان هستم. به هر حال یه حس حال خوبی رو داره به سمت شما میاره این روزا، انرژیا که باعث میشه که مقدار شجاعت شما هم زیادتر بشه. خب از کارت بعدی استفاده میکنیم. اوپا پا پا پا. کارت بعدی ببینیم، باز هم مهربانی هست دوستان. من میذارمش سر جاش و چون هنوز کنوانسیون هم رو نگفتم، ببینم چه خبره. خب حاجت روایی براتون افتاده. چشاتون رو ببندین، نیت کنین عزیزان دل. حاجت روایی اینجا من دارم براتون میبینم در ارتباط با حالا یه مسئله ای که خوبی داره براتون پیش میاد که حالتون رو داره خوب میکنه به این صورت. خب ببینیم کارت های دیگر رو. من از کارت های از این کارت ها استفاده میکنم در ارتباط با یک مسئله، حالا ممکنه از خانوادگی باشه، قبیله‌ای باشه، یک مسئله دست جمعی هستش. من می‌بینم که اینجا دوستان به هر حال یک مسئله خیلی خوبی داره عایدتون میشه. و از کارت‌های بعد هم استفاده کنیم، ببینیم کارت‌های بعد بهتون چی میگن. کارت بعد دوستان در مورد یک مسئله بوده که شاید از نظر روحی و روانی شما رو در هم ریخته بوده و الان دارم میبینم ممکنه حتی یه نفر بیاد کمکتون کنه دوستان. اوکی، ممکنه یه نفر بیاد کمکتون کنه. خب عزیزان بریم ببینیم از هر چه بگذریم سخن مسائل دیگه، انرژی هایی که وارد زندگی شما خواهند شد خوشتر است. من از این دسته کارت استفاده میکنم، ببینیم که در این انرژی ها چه چیزی بهتون میگن. اولین انرژی دوستان حرف از اقدام کردن میزنه. من احساس میکنم که یک دستی داره میاد، کاری رو برای شما داره انجام میاد. یه دستی همکار داره میاد، مسئله ای رو برای شما جلو ببره. یه دست غیب ممکن هست اینجا باشه که کاری انجام بشه در راستای آنچه که شما نیاز دارید. در ارتباط با انرژی مثبتی که به سمت شما میاد، یک صحبتی داره بهتون به سمتتون، پیامی، خبری، یک چیز داره به سمتتون میاد دوستان. نمیدونم چرا میگم پیام و خبر، اسم همش پیام و خبر. این نه، این کارت کارت ببخشید اینجا پایینش چشم سوم، من میگم پیام خبری، همون خبری هم ممکن هست باشه. پس چرا گفتم شاید خبری باشه از اینکه اطلاعاتی داره به سمت شما میاد، حس ششمتون هم باهاتون حرف میزنه، یک مسائلی داره به سمتتون شما میاد. خیلی خوب، ممکنه یه سریاتون دوستان این روزا مسائل بهتر و بیشتر حس کنین. چالش شما چه چیزی هست که دوستان
شادی رو از خودتون نگیرین و اینکه بیدی نباشین که به این بادها بخواییم بلرزین. اوکی، بریم ببینیم حالا کارت های دیگه از نظرات، مختلف دیگه چی میگن به شما. من کارت از لاین آف لاف استفاده میکنم و ببینیم که این کارت ها بهتون چی میگن. بریم ببینیم که در دامنه احساسی چه خبر است. سه تا کارتمون رو داریم. خب حرف از شفا و بهبودی شرایط میزنیم دوستان. آرامش رسیدن ببینیم و اینکه دارم میبینم مسئله شور و اشتیاق اون رو دارین که زندگی احساسیتون عوض بشه دوستان. من احساس میکنم به یک مرحله رسیدین دوستان، حالا یا خودکفایی از نظر احساسی، بعد نیست دادن وقتی خودکفا باشه از نظر احساسی دوستان. خودم به داد خودم برسم، احساس درون خودم رو درست کنم. یک آرامش داره به سمتتون میاد و اینکه دارم میبینم که یک جذابیت، یک مسئله خوبی داره اینجا به سمت شما حرکت میکنه. جذابیت وقتی که میگم یک شور و اشتیاق منظورم هست، احتمال اینکه الان پذیرای یک عشق جدید بتونید توی زندگیتون باشین زیاد هستش. به آرامش رسیدن در روابط احساسیتون که میتونه روابط با دیگران و اطرافیانتون هم باشه هست دوستان. در ارتباط با مسائل کاری دوستان عزیز، من اینجا شانس دارم براتون میبینم. ببینیم کارتای بعدی. خب ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه. بله ببینیم دوستان، من احساس میکنم که بعد از یک دوره‌ای که شاید در اون مسائل منفی توی زندگی کاریتون، قضایی، دادگاهی، هر چیزی که هست وجود داشته و اینکه شما شاید خیلی تلاش کردین و اینکه صبوری کردین، الان دارم می‌بینم یک شانسی داره به سمت شما حرکت می‌کنه. در مورد مسائل مادی، اوکی، یک کارت افتاد. پول افتاد برام. ممکنه یه سریاتون در یک مذاکره ای عزیزان دل دارم میبینم که به یک مادیاتی بخوایم برسیم، میرسیم. به هر حال اینجا دارم میبینم که یک مطالعه میبینم، یعنی که سر در میارم از یک مسئله، یک مسئله به انجام خواهد رسید و اینکه من مادیات من بهبود پیدا خواهند کرد. ممکن هستش که دوستان این مسئله به قولن این باشه که حتی آشتی کردن با تعادل و برقراری تعادل در زندگی مالیتون تصمیم گرفتم که با خودم عهد کردم که زندگی مالیم رو دستم بگیرم. به هر حال فراوانی از نظر مالی این بالا دارم، این وسط دارم برای شما میبینم. مادیاتی که در راه هستن براتون دوستان، شاید الان شما مطلع نیستین از اونها. خب عزیزم بریم ببینیم که در دامنه یه احساسی فرشتگان عشق چی بهتون میگن. بهتون میگن مواظب باشین، مواظب پرچم های قرمز باشین، رد فلگ. و کارت بعدی که من و اینکه جذابیت، هر چیزی که طلا به درخش طلا نیستش دوستان، هر کسی که هم به سمت شما گرایش داره که حتما آدم خوبی نیستش، مواظب این مسئله باشین. برای من این هستش، ممکن هستش که اگر خیلی به سمت شخصی جذابیت دارین، ممکن هستش که کلوکور هم بشین. پس بنابراین چشماتون رو باز کنین و اینکه اون شخص همون جوری که هست ببینین، نه اینکه اون جوری که شما میخواین ببینینش ببینین. اوکی اوکی، ببینیم در ارتباط با کارت های خودتون دوستان عزیز، گوگل مگوری های من که دارین این فالو نگاه میکنین، ببینیم که چه کارت هایی با تون همراه میکنی. کارت اول منفی میگه که من فکر میکنم که این مسئله هرگز انجام نمیشه و من دیگه ایمان ندارم. و یا چشم سومتون هم باز هست، میگه من روی حس ششم خودم کار میکنم و من از اون نشانه هایی دارم. ببینید دوتا کارت ها، من بهتون بگم من یعنی چی. دوتا در کنار هم دیگه، اینا رو میبینین، دوتا در کنار هم دیگه، یعنی که یک سری از شما دوستان عزیزی که دارین این فایل نگاه میکنه، از این کانال به اون کانال میپرین، از این فایلگیر به اون فایلگیر میپرین و خودتون رو گم و گیج کردین. خب و فکر میکنین حس ششمتون الان قوی هست دیگه، از همه چیز سر در میاد، بلکه برعکس هستش. اوکی عزیزان دلی که این همچون کاری رو میکنین، نه تنها براتون اعتیاد میاره،
از این کانال به اون کانال پریدن، دو تا سه تا کانال رو در نظر بگیرین و یا از این فالگیر به اون فالگیر پریدن، بلکه شما رو به سمت یک افسردگی میفرسته. چون هر کسی ببینید این فالها فالهای گروهی هستن و حتی فالگیرهایی که شما ببینید نگاه میکنین، اول ببینید که آیا آدمی هستش که موثق کسی ازش به حال خبر داره یا نه، نه اینکه بخواید برین خودتون رو به یک دره بندازید. خب ببینیم کارت های دیگه چه خبر هست در ارتباط با یانگ. دوستان در ارتباط با یانگ این پیام خاصی بود که داد و من بهتون گفتم یانگ موتور سوار شخص مورد نظرتون که فرار کرده، یا مادری، پدری، خواهری، برادری، دوستی، کسی که شما چنان براش وهله اول زندگیش نیستین، من دوست دارم که تو رو دعوت کنم و دوست دارم که واسهت یک سورپرایز به وجود بیارم. کارت بعدی میگه که من خیلی توی پروژه‌های خودم غرق هستم و اینکه دوست دارم با تو باشم، اما بیشتر متمرکز هستم. یعنی که در ذهن شخص هستین، حالا چه بخواین چه نخواین ببین آتش از دهنش هم مثل اژدها بیرون بزنه، اون دفتر دستکش رو نمی‌سوزونه ها، ولی دل شما رو می‌سوزونه. یعنی توجه کنی آدمی هستش که روی خودش متمرکز هست، اوکی فکر می‌کنم زمانش که برسه اون موقع من کاری رو انجام میدم، الان هیچ کاری رو انجام نمیدم. ببینیم با هم پیام شخص مورد نظر شما چه چیزی هست. دوستان برای شما پیام شخص مورد نظرتون میگه که من می‌خوام تصمیم بگیرم، من می‌خوام در قسمتی از زندگیم هستم که باید تصمیمات رو بگیرم. خب فهمیدیم و الان موقع اون رسیده که این کار رو انجام بدم به صورت خوب برای رابطه خودمون. خب ببینید شما اون چه تصمیم میگیره، شما چه تصمیم میگیرین. حتما که یک نفر نیست که تصمیم میگیره، تصمیمات در زندگی مخصوصا زوج احساسی دو طرفه هست، دو جانبه هستش. و اما نوبتی هم که باشه دوستان، نوبت نیت شماست. نیت کنین دوستان ببینیم که یک کارتا بهتون چی میگن. نیت کنین. خب جواب شما بله هست. برای هر چیزی که نیت کردین دوستان عزیز، جواب شما بله هستش. ببینیم با هم دیگه عزیزان اینجا چه حرفی در ارتباط با نیت شما بهتون میزنن. میگه که بدرخشید. دقیقا توجه کنین، خورشید اینجا میدرخشه و اینجا هم میگه بدرخشید. خب یعنی خوشحال باشین، شاد باشین و تشکر کنین این پشت. و اما ببینیم چه خبر در پیام فرشتگان چه حرفی دارن به اون بزنن، حرف قشنگی دارن به اون بزنن فرشتگان. میگه که ترانه دل، قلبت به چی میگه؟ یه لحظه واستا اون به اون گوش بده. حقیقت در درون تو، در اون فضای خالی افکارت هست. حقیقت تو میدرخشه از درون قلبت، از درون روح تو، و حقیقت یک مسئله جاودانه هست و حقیقت تو عشق هست. بسیار عالی. و اما ببینیم که عزیزان از دست رفتمون پیامشون چه چیزی هست. دوستان یک کارت افتاد اینجا برامون، ببینیم چی میگه پیامشون. میگه که نگاه دیگران، یک عزا یک مسئله خیلی شخصی هست و هیچ کس نمیتونه بهت بگه چجوری رفتار کنی. اون رو هر جوری که میلت هست زندگی کن، بدون اینکه به خودت این دغدغه رو بدی که دیگران چی فکر میکنن. تو حق داری، تو هر حقی رو داری، پس به قلبت، ندای قلبیت گوش بده. من به تو اعتماد دارم و میدونم که تو موفق خواهی شد. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان، و تا فال دیگه خدا نگهدار.